صمد داردار که بود. لطفاً با چنل گلپ میدیا با ما همراه باشید. فراموش نکنید دکمه سابسکرایب را فشار دهید. ویدیو را تا آخر تماشا و لایک کنید. اگر پنجشنبه ها به دیدارش می رفتیم، او را در خانه نمی یافتیم. او را می تانستید در گلزار شهدا و بر سر قبر مرحوم احمد ظاهر بیابید. دیوارهای آن مکان در دو دلهای این پیر مرد را بسیار شنیده بود. برای آرامش روح احمد ظاهر هر سال در 24 جوزا مراسم ختم می گرفت و غذا تقسیم می کرد. دوستی که بیشتر از یک دوست و رفیق برایش بود. بله، آنها با هم برادر بودند. از رازهای همدیگر با خبر بودند. آن دو از صنف 4 مکتب با هم یک جا بودند و همین باعث شده بود که بیشتر از هر کس دیگری به هم نزدیک باشند. مرگ احمد ظاهر او را به شدت متاثر ساخت و گفته خودش دنیا سرش تیره و تارا خراب شد. حرف کمی نبود، او دوست، برادر، رفیق و همرازش را از دست داده بود. و اما بالاخره خودش، یعنی حاجی عبدالصمد اکبریار، مشهور به صمد داردار، در 24 جوزا مصادف با سال روز مرگ احمد ظاهر جهان فانی را ودا گفت. او 40 بعد از مرگ مرحوم احمد ظاهر در سال روز شهادت این هنرمند داره فانی را ودا گفت. صمد داردار صمیمی‌ترین دوست احمد ظاهر بود. در تصاویر و عکس‌های بجا مانده از این دو شخص، صمیمیت آنها براوشنی دیده می شود. روحش شاد و یادش گرامی بود. بیننده های عزیز و مهربان، شما هم می توانید برای ما نظریاتتان را در قسمت کامنت ارسال کنید. در پایان بازم براتون میگیم فراموش نکنید چنل گلپ میدیا را سابسکرایب کنید. وقتی شما عزیزان خوب و خوش بشن، شاد و سلامت بشید. بدرود.